سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده طی نامه ای از کشورهای اسلامی خواست تا به مناسبت میلاد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی را آزاد کنند. در این نامه ضمن تبریک ولادت امیر علیه السلام آمده است ما از همه سران کشورهای اسلامی می تا با غنیمت شمردن این ایام پربرکت و اجرای تدابیر لازم با آزاد کردن زندانیان عقیدتی و سیاسی باعث شادی دل همه مسلمانان جهان شوند این نامه افزود از سران کشورهای اسلامی خواستاریم تا با گشودن صفحه نو در گفتگو و رایزنی با طرفهای مخالف در حفظ امنیت و پایداری در جامعه خود قدمی مؤثر بردارند در ادامه این نامه آمده غنیمت شمردن فرصت ها و مناسبت ها برای اصلاحات داخلی و خارجی و آماده کردن جوی مثبت برای همکاری حاکمیت با طرفهای معترض و مخالفان سیاسی از سوی سران کشورهای اسلامی عمل به تعالیم اصیل دین اسلام است که حکمرانان را به عدالت مساوات و احترام به عقاید و نظرات مردم دعوت می کند. سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده افزود این مناسبت با برکت متولد شدن مردی استثنایی به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام است که باید از وی طرز تفکر و اصول انسانیت را با هدف امنیت و استقرار جوامع انسانی فرا گرفت و در این راستا می توان به توصیه نامه های ایشان به کارگزار خود در مصر اشاره کرد که میفرماید مردم دو سنف هستند یا برادر دینی تو و یا نظیر تو در خلق مسلمان آزاده در پایان نامه خود خطاب به سران کشورهای اسلامی نوشت مردمان و جامعه شما نیازمند اصلاحاتی فوری هستند تا در سایه این اصلاحات زندگیشان رونق گیرد و مسائل معیشتی آنان ثبات یابد